دستگاهم تکون میخوره. تو از دیدگاه خودت گرفتیش، ولی از دیدگاه فشنگ انداختیش. ولی علت قبل از معلوم میاد. نه، این فقط طرز نگاه ما به زمان. از اختیار چی میشه؟ تلاش نکن که بفهمیش، حسش کن. سلام به همه دوستداران هفت و میز نقدش. ما این هفته قراره که سریال های خانگی رو بریم با فوکوس روی خاتون. ما ستایی قبل از جلسه نشستیم چای میخوردیم، دیدم که به یک موزه واحد کاملا راجع به این زباله ها رسیدیم. گفتیم یه چند دقیقه بگیم خلاص شیم بعد برسیم به خاتون. مجموعه سریال های نمایش خانگی که این روزها من تماشا میکنم، فارغ از اینکه تو چه در واقع سامانه‌ای داره منتشر میشه، کی ساخته، کی نوشته، کی بازی میکنه، یک حجم غلیظی از بی‌سلیقگی، سطحی بودن، ساده انگاری و توهین، حالا این واژه رو نمیدونم، از سر باز کردن شاید این واژه بهتری باشه. همه چیز انقدر آبکیه که وقتی آدم تماشاش میکنه احساس میکنه که اگر هر کار بیهوده دیگه ای رو انجام بده بهتر از اینه که بعضی از این سریال رو تماشا بکنه. من امروز به خاطر اینکه حالا قرار بود صحبت بکنیم در مورد مجموعه این سریال ها و با تمرکز روی سریال خاتون، سریال خسوف رو نشستم یه 5-6 قسمتش رو نگاه کردم. اکثر این سریال هایی که میاد به حال به خاطر کارمون یه چند قسمتی حداقل میبینم، بعضیاشون رو کامل تماشا کردم، یعنی حداقل 5-6 قسمت رو دیدم. یه چیزی که به نظرم وحشتناک از این باب که نمیدونم اون کسی که داره این سریال رو مینویسه و میسازه و تایید میکنه، اون بازیگری که اون رو میخونه یا نمیخونه. آقای فهیم اشاره کردن که بعضا بازیگر و سریال رو نمیخونن توی برنامه که در خدمت بودیم دو هفته پیش. متر و معیارشون چیه برای اینکه این کارها رو بخوان بنویسن یا بسازن؟ حالا میام تو سریال مثلا خسوف، سریال خسوفی که امروز من 6 قسمتش رو تونستم ببینم از صبح و واقعا سخت بود تماشا کردنش برام. من واقعا برات صبر و درود برشم، درود برشم. این سریال من تماشا میکردم، خیلی از ما منتقدا، خیلی از کسایی که تلویزیون تماشا میکنن ممکنه بگن که بعضا سریال هایی که در تلویزیون ساخته میشه ممکنه که به لحاظ کیفی سطح خیلی بالایی نداشته باشه، که من اینو قبول ندارم. میشه در مورد تک تک سریال ها به طور مستقل صحبت کرد، اما این سریال انقدر سطح کیفی کارگردانی، فیلم نام نویسی و بازی درش پایینه که من اصلا باورم نمیشه اون اسامی که تو تیتراژ مطرح شده و تماشا کردنش کار دشواریه. یعنی حتی برای نمایش در یک فضایی که شما ممکنه بگین که استانداردهای متوسطی رو در نظر میگیرن و قبول میکنن و با اغماض اجازه نمایش سریال رو میدن، هم مناسب نیست. نه چیزی تحت عنوان فیلم نامه وجود داره، در واقع با بهانه این که ما بازیگرهای جوان و کم تجربه رو وارد بکنیم به سینما، در واقع یک سری آدم رو تحت عنوان بازیگر در سریال به کار گرفتن که بیش از اینکه کشف استعداد و میدون دادن به جوان‌ها باشه، در واقع احتمالاً برای کاهش هزینه هاست، وگرنه هیچ توجیه دیگه‌ای نداره، چون غالباً دارن خیلی بد و نخراشیده و زمخت و مکانیکی بازی میکنن. خود همون سریال هم باز توی مقدمه چینیش یه اتفاق اولیه‌ای رو درش بهانه میکنن برای اینکه این سریال شروع بشه، یک اتفاقی که منجر به نزاع و درگیری میشه. توی دانشگاه دانشجوها اعتراض میکنن به کیفیت غذا، بعد یه درگیری پیدا میکنن با یکی از معاونین یا رؤسای دانشگاه، بعد در واقع در مورد زندگی خصوصی اون آدم یه خبری رو منتشر میکنن، شبونه به طرز ابلهانه تصمیم میگیرن برن در خونه اون آدم و تا یک اتفاقاتی اون آدم مورد ضرب و شتم قرار میگیره و دارن برای این آدم‌ها در واقع پاپوشی درست میکنن. یه خطی که من الان گفتم خیلی سینمایی تر از اون چیزی بود که توی فیلم داره سریال داره اتفاق میفته، چون من نمیتونم غیر سینمایی تعریفش کنم. اما وقتی این سریال تماشا میکنیم تو همون 20 دقیقه اول میفهمیم که ما رو اساساً خیلی نادان فرض کرده فیلمنامه نویس و کارگردان. بر مبنای همون پایه سست و بی‌خاصیت تعداد متنابهی قسمت داره تولید میشه. بعد از اون حالا اگه بخوایم واردش بشیم، و من میدونم که نمیخوایم وقت زیادی رو اختصاص بدیم به این سریال، توی تک تک مؤلفه های ساخته یک اثر تصویری از فیلمنامه گرفته که خود فیلمنامه شخصیت پردازی و ساختار و دیالوگ نویسی و و و
تا کارگردانی تا بازیگرها تا شیوه فیلمبرداری همگی انقدر سطحشون پایینه که واقعا تماشا کردنش کار ساده ای نیست. من خودم میذارم جای مخاطب، پس برای چی ساخته میشه؟ نه اینکه برای من و تو ساخته باشه، نه، ساخته میشه که بفروشه دیگه طبیعتا. خب اینجوری چجوری میشه؟ یعنی چرخه چیه؟ چرخه معیوب و ناسالمه و از ناسالم عبور کرده، تبدیل به یک جریانی شده که عملاً و علناً هم کم فروشی میکنه، یعنی دستش رو جیب مردمه از هر نظرها، هم به لحاظ تعدادی که اعلام میکنن که ما قرار این تعداد سریال به شما بفروشیم و قبلش پول رو از مردم میگیرن ولی اون تعداد رو به مردم ارائه نمیکنن، تا همین بنجلسازی هایی که الان میشه. من خیلی جزئی وارد اینا نمیشم مسعود، به نظرم وقت میگیره چون ارزش صحبت کردن اینا ندارن، این کارهایی که اصلا. الان اسم آوردیم اینا اصلا. اما یه نکته رو میخوام در این رابطه بگم، اساسا الان پلتفرما تبدیل شدن به مجموعه هایی که دارن هنرکشی میکنن، حتی کسانی که در جاهای دیگه هم اعتباری به دست آوردن یا حداقل تونستن خودی نشون بدن، اینجا دارن از بین میرن، اینا رو نابود دارن میکنن. ببین مثلا به خسوف اشاره کرد، من واقعا خیلی متاسفم، یه آدمی مثلا مثل چاوشی میاد برای این سریال میخونه، بعد یعنی وقتی که من قبل از اینکه سریال ببینم و تیتراژ رو دیدم کیف کردم، گفتم خب الهاشو یه سریال خوب میبینم تو شبکه نمایش خانگی، فقط هم به خاطر چاوشی. و نکته دیگری که برخلاف محمد رضا اینی که تعدادی بازیگر جوان رو تونسته بیاره وارد صحنه بکنه، دیدم دو تا امتیاز خوبه. چرا امتیاز خوب؟ اون که حالا بحث چاوشی گفتم، اینی که الان ما مواجهیم با یک جریان سلبریتی محوری که آقایان تهیه کننده به دلیل این که از دفتراشون خارج نمیشن با یه لیست 40-50 نفره تو دفترشون مواجهن، همونا رو میبینن و بهشون زنگ میزنن و میارن سر کار. ما سالی تعداد بسیار جوان فارغ التحصیل تئاتر و سینما داریم، دانشکده ها، آموزشگاه ها و بحث تئاتر. ببینید سینما یه موقعی از مرحوم خاچیکیان شما بگیر تا بقیه، اینا راه میافتادن میرفتن از زمین های ورزش بازیگر میآوردن، خیلی از بازیگر. خب ما این همه فارغ التحصیل داریم، بنابراین وقتی شنیدم که میری تعداد جوان بازیگر آورده، گفتم ای والله خوب، کار خوبی کرده. تو این شرایط این درسته که یه تهیه کننده کارگرنه از دفترش میاد بیرون، میره تو صحنه تئاتر، این ور اون ور ده نفر رو پیدا میکنه میاره میگه، و نمیره ناز این سلبریتی های الان رو بکشه و پولا. اما وقتی سریال رو دیدم، دیدم واقعا فاجعه است. اونجا بود که گفتم حیف، چطور میشه یک کسی مثل چاوشی بیاد برای اینجور کاری بخونه؟ به هر حال آدم سختگیریه، آدمی است که دقت میکنه اینا. خب این در این مورد. اما این که گفتم هنرکش این نیست فقط، شما ببینید یه آدم مثل سیروس مقدم به هر حال توی تلویزیون برای خودش مخاطبین و هوادارانی پیدا کرده بود، همین الان یکی از کاراش هر شب ساعت 8 شب صدای موسیقی تیتراژش داره میاد که خونه‌ها دارن گوش میکنن یا میبینن، بازپخش چندمین بارش هم هست. خب این آدم چی شده؟ جزیره رو این ساخته واقعا، یعنی فاجعه است، یعنی تو نمیتونی تحمل کنی، یعنی این همه آدم باید سقوط بکنه. ببینید اصلا نمیشه راجب این سریال ما مرز ما بیا الان بگیم این زنش اینجا مرد، این نبردش، اینا از اینا گذشته قضیه. عملا ببین، عملا دست تو جیب مردمه و کلاه گذاشتن سر مردم. خب چطور میشه یک کسی سیروس مقدم بعد از 20 تا سریال کارش میکشه به اینجا؟ میگوین هر طرح و هر فیلمنامه‌ای که مزخرفه هر جا رد میشه میگه ببریم شبکه نمایش خانگی بسازیم. خب 5 قسمتشو مینویسن، مصوبشو میگیرن، شروع میکنن ساختن، و اساسا فیلمنامه 800 صفحه 1000 صفحه‌ای تو کار نیست که بخواد حالا شما ببینی. بعد شروع میشه دیگه، بعد حالا تایم پر میکنن با همین چیزایی که گفتی و نه منطق روایی نه. خب اگه قراره که سال 300 تا فیلمنامه داده بشه، مثلا میگیم به ارشاد، به شورای ارشاد، 290 تاش رد بشه، 200 تاش بره تو شبکه نمایش خانگی، اینا تحت عنوان کوتاه، مستند، تلفیلم، همه اینا رو دارن پخش میکنه و پولش هم مردم میگیرن. یعنی کوتاه و مستند و بعضی اینا فاجعه تر از همه ایناست. یعنی طرف 40 دقیقه رو، یه صحنه اکشن رو تبدیل به 40 دقیقه فیلم کوتاه میکنه، میده این پلتفرم‌ها برای مردم پخش میکنن، هیچ چی دیگه نداره. و همش هم ضد خانواده، توهین به خانواده. الان بعضی از همین بازیگرها خودشون اذعان کردن که ما شرمنده ایم. ببین میخوام بگم یه قربانگاه در واقع بازیگرکشی، کارگردانکشی. آقا بالاتر از این، شما ببین یه آدم مثل حسین یاری رو
حسین یاری مسعود بسیار بازیگر خوبیه، یعنی تو کمدی واقعا یه آدم هنوز فرصت به نظرم گیرش نیومده، یه کارگردانی که بلد باشه کمدی بسازه، حسین یاری میتونه قوقا کنه. من ازش یه چیزایی دیدم توی سفرال نوام، توی هتل، توی جا یه تیکه این بازی کرد برای مثلا بازسازی صحنه یکی از مسئولین، تا صبح من و علی معلم رو این چمن رو غلط میزدیم از خنده. این همه این استعداد، ببینید حسین یاری رو چه کردن الان، به کجا کشید؟ تو نیسان آبی. خب اینا فاجعه است. ببینید دارن همه این به قول معروف سرمایه های بازیگری ما با آدم با شخصیت تازه اینا رو داره اینجوری نابودشون میکنه. اتفاقا من موافقم با شما فهم که توی سریال های دنیا دیگه، شما بهتر از من میدونید، مخصوصا توی سریالاشون چهره های جدید رو میارن، مطرح میکنن، بزرگ که شدن توی سینما ازشون استفاده میکنن. یعنی اصلا قاعده است، چون اصلا به نفع سرمایه است اصلا. یعنی اصلا همه دغدغه های سینمایی رو بذاریم که به نفع جریان مالیشونه. اتفاقا توی خسوف من خوشحالم که جوون ها میان و حضور به هم میرسونن و معرفی میشن، اما وقتی شما فیلمنامه بسیار 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 آبکی و دم دستی دارید که نزدیک به فیلم نامه هم نمیشه و بیشتر شبیه نوت برداری از یه سری ایده و دیالوگی که با هم امتزاج پیدا نکرده و تبدیل به فیلم نامه نشده، ممکنه اصلا نتیجه عکس بگیرید از استفاده از نیروهای تازه. یعنی اون استعدادی که میتونه بیاد شکوفا بشه توی یه کار بسیار بسیار درجه پایین میاد و میسوزه و تمام میشه. من اتفاقا نگران این وجه قضیه‌ام. یکی دو تا بازیگر نقش اصلی اون سریال معلومه که مایه های خیلی خوبی دارن برای اینکه تبدیل بشن به بازیگرای بزرگ. خود پوریا رحیمی‌سان بازیگر کمی نیست، ولی تو این سریال واقعا داره هدر میره. سیمرغ دادن اینجا اصلا. نکته اینه که بازیگر و همه توانایی ها و همه منابع و همه اون هزینه‌ای که شما بهش اشاره کردین داره از بین میره، در صورتی که توی پلتفرم های ساخت سریال در دنیا، هولو، نتفلیکس، اپل تی وی پلاس و همه اینها، اینا لحظه به لحظه، قسمت به قسمت، عطف به فرمایش شما، رصد میکنن که آقا این قسمت از سریال مقبول افتاد یا نیفتاد، مخاطب میاد ببینه که هزینه بکنه یا نه. ما اینجا سریال خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی، خودمون میسازیم، خودمونم ارائه میکنیم، خودمونم غر میزنیم که چرا کسی نگاهش نمیکنه. خب اصلا انگار مخاطب این وسط حذف شده، حتی لذت از کار کردن هم حذف شده، انگار سود تو تولیده، همین واژه‌ای که زیاد استفاده میشه اینجا به کار بسته شده. یه پولی حالا بالاخره از یه جایی تامین میشه. یه گروهی این خودش سوال بزرگیه. نه چون اینا ببینید پیش فروش میکنن. مسعود این شکل کار اینجوریه دیگه. ببینید الان عضو شما حق عضویت باید بدیم، مثلا برای یک ماه اشتراک بخرین، ببخشید اشتراک میخرین، خب اینا رو تحویل مردم میدن. خب من به نظر میشه همینجا به همه دوستانی که برنامه میبینن گفت پول ندین، یعنی بابت این زباله ها. البته برای بعضی هاش ندادن، بعدا شکست خوردن، ولی بله حرف درست کن. نه به طور کلی تو بدونید که چی دارید میخرید. اتفاقا فکر میکنم پلتفرم ها میتونن به سینما و سریال سازی ما کمک بکنن، اتفاقا میتونن به شکوفایی استعدادا کمک بکنن. من اصلا این فکر نمیکنم. حالا نظر منه، من مخالف ذات اینها نیستم، اما اون چیزی که الان داره ارائه میشه علیه هدف است. الان دیگه من مخالف ذات همشون با امر موجود احتمالا. نه ببینید مسعود، ذات اجتناب ناپذیره، یعنی شرایط این که اجتناب ناپذیره درسته به هر حال چیزای جدیدن دیگه، اما من میگم مخالف مجموعه قضیه ام برای اینکه شما قراره که پول در بیاری. من اصلا تو اینجا رو مخالف نیستم، اما نه از طریق دلالی به دستجوی مردم کردن. احسنت. من چند روز پیش خبر خوندم، یه تیکه هم دیدم، یکی از این مسئولین صحبت میکرد، آقا چی اینقدر شما به دلالا توهین میکنید؟ دلال یعنی دلالتگر. خیلی بقیه هم دوستان. خب اینو دلالی رسما جنس بنجل فاسد شده تحویل مردم دادن و پول جنس واقعی گرفتن، این دیگه اون وقت من مخالفه کل اون بنیادی هم که چند صد میلیارد گذاشته، هر چه هم ضرر کنه باز از ما میگیره. من بخوام به مخاطبای سینما ایران، تلویزیون و اینا بگم که زباله نخرید، بدونید چی میخرید. احسن. این یعنی با چشم و گوش باز برید خرید کنید. من فکر کنم بحث هم اندازه بود هم برای من یکی مفید.
اجازه بدید بریم برای خاتون یک تکه از کارگردان درباره کارگردان ببینیم، برگردیم بحث آغاز کنیم. تینا پاکروان در سال 1356 در تهران به دنیا آمد. کارشناسی کارگردانی سینما را از دانشکده سینما و تئاتر گرفت. او فعالیت سینمایی را از کار در مجله سینمایی گزارش فیلم در سال 1374 آغاز کرد و در ادامه با مجلاتی مانند ابرار سینمایی و صدا، دوربین حرکت و هفته‌نامه فکور همکاری داشته است. پاکروان در 18 سالگی در فیلم یازهای وحشی به کارگردانی محسن محسنی نسب به عنوان منشی صحنه فعالیت داشت. خاتون یک مجموعه نمایش خانگی ایرانی محصول سال 1400 در ژانر عاشقانه تاریخی به کارگردانی تینا پاکروان و تهیه کنندگی علی اسدزاده است. از بازیگران اصلی سریال میتوان به نگار جواهریان، اشکان خطیبی، میرسعید مولویان، بابک حمیدیان و رضا بهبودی اشاره کرد. بریم سراغ خاتون. اگر اشتباه نکنم تا الان 8 قسمت بیشتر نیومده. قرار بوده که فصل اولش 14 قسمت باشه. خاتون با دیدن 2-3 قسمت اول من نزدیک بود که کات بدم. به حدی چیزای بد داشت در فیلمنامه، بازیگیری، مسئله یه زن خونه‌دار، زن یک به اصطلاح ارتشی که معلوم نیست این چیه، این آدمه رمانتیکه، ارتشیه، دختر بچه هست، چیه این اصلا؟ بازی فوق‌العاده بد دیگه، نفسم داشت بند میومد که دورتونم رفتم قسمت 3 شو، بعد قسمت 4 شروع کردم یا نمیشه دید. از قسمت 4 سریال شروع شد به روپای خودش وایستادن. کارگردانی می دیدیم و بیش و کم فیلمنامه. خب این مقدمه رو گفتم، یعنی خاتون الان جمع بندیم تو این 8 قسمت در مجموع اینه که با وجود ضعف به خصوص زیاد دو قسمت اول اصلا بد نیست، به خصوص در بحث کارگردان. ببینید سینمای ایران یه مشکلی داره در بحث تهیه کنندگی. خب یعنی تهیه کنندگان سینما ایران بلای سینما ایرانن. ما فاقد تهیه کنندگانی هستیم که برای سینما ایران به واقع دل بسوزونن، اساسا پول آورده باشن تو سینما ایران و حالا پای آثار بایستن. متاسفانه الان داریم میبینیم در همین روزا اتفاقی داره میفته که تهیه کنندگانی که با پول دولتی شدن سرمایه‌دار، صاحب مال شدن، مجموعه شدن، نمیدونم، و همینجوری سریال شبکه خانگی هم دارن، امروز اینها طلبکار از کسانی هستن که خود اونها یه روزی علیه اینا داشتن در واقع عمل میکردن. این مقدمه رو برای این گفتم، ببینید نقش تهیه کننده بسیار مهمه. من یکی از چیزایی که در مورد خانم پاکروان میخوام بگم و به نظرم درود به شرف خودش و همسرش، اینه که به هر حال در بحث تهیه کنندگی اگر کار قبلیشون فروخت و پولی در آوردن، اون آوردن دوباره یه سریالی ساختن و جبران برخی از کارهای قبلی. به هر حال خانم پاکروان کار اول قبلی چی بود؟ قورباغه. قورباغه تهیه کنندش تهیه کننده آقای سیدی بود، کارگردان تهیه کننده آقای اسدزاده شوهر خانم پاکروان، که الان با همون پول این کار بسیار پرخرج خاتون رو ساختن. به هر حال کاریه که جزو سریالای پر هزینه محسوب میشه. در شرایطی که داریم میبینیم تهیه کننده همه دارن از دولت میکنن میبرن و بعد تازه این وقتی میکنن مسعود دارن قدرت سیاسی پیدا میکنن مرگنه. یعنی قدرت سیاسیشون الان دارن به عنوان حربه علیه همون جاهایی دارن به کار میبرن که خودشون 3 سال پیش در اون منصب بودن و این فاجعه است. هیچ جای دنیا نمیذارن این کارو بکنن. من به نظرم اگر یک جای هر جای دنیا رو بخوایم بریم سراغش، حتما دستگاهی هستن که بیان الان نظارت بگن آقا شما 30 سال تو این سینمایی، ما 20 میلیون هم حقوقت بوده، خب شما آقای فراستی 20 میلیون حقوقت بوده، با بهره بانکی 30% تو این بقیه این آقا کجا آوردی؟ با همین پروژه‌ای که از دولت گرفتی
هی به جای اینکه فیلم خوب تحویل بده، فیلمای نازل 90 دقیقه نمیتونستن تایم فیلم رو پر کنن، میدادن دست مردم با بودجه کلانی که از فارابی میگرفتن، از حوزه هنری میگرفت، الان شدن قدرت سیاسی. میخوام اینو بگم در این شرایط جای در واقع همچی کسی که بیاد پولش رو بیاره یه کاری بسازه که خرجش کنه، من برای میگم درود به شرف این آدم. برم سراغ فیلمنامه. آره به نظرم اصل مشکل خاتون در بحث فیلمنامه است. منظور ببین، ما وقتی قراره بریم سراغ یک مقطع بسیار مهم تاریخ کشور، یعنی دهه 20 پر التهاب ترین دوران و یکی از در واقع جدی ترین دورانی که در بحث رسانه، آزادی ها، دیکتاتوری، حضور نیروهای بیگانه و بسیار احزاب مختلف سیاسی، گروه های راست و چپ و غیره و همه اینا، یعنی بسیار دهه مهمیه. یعنی از شهریور 20 تا 1332 که کودتا میشه و در واقع پهلوی دوم تثبیت میشه به عنوان یک جریان آمریکایی، این 12 سال بهترین دوران برای فیلم ساختنه. این وقتی کسی میره سراغ این دهه، من به نظرم میاد با یک پژوهش خیلی به اصطلاح پرمایه‌ای باید بیاد فیلم، آره بیاد فیلم ها. و وقتی میخواد بره سراغ پژوهش تحقیق، نباید همینجوری بی‌محابا و بدون در واقع با یک محکی، سنگ محکی بره. اینی که اول باید تکلیف خودش روشن باشه. آقا در این دهه وقتی که ما قراره بیایم بین اشغال و دیکتاتوری، زنده باد آزادی و زنده باد وطن، خب حرکت بکنیم، ما با کدام جریانیم؟ و رو این به شدت کار بکنه، فیلمنامه باید کار بکنه. و نکته این که ما با این احزاب کجاییم؟ یعنی اگه قرار باشه ما بیام در خاتون بریم سراغ گروه ما چیز دکتر ارانی 53 نفر و اون رو تداوم ببخشیم، نفر 53 رو بیاریم، دختر 53 رو تبدیل به یک روشنفکر بکنیم که حالا از طبقه خودش بریده، از طبقه در واقع به عنوان یک مبارز مثلا تشکیلاتی، و حالا اومده زن یک خانزاده شده، این نیاز به خیلی کار داره. خیلی کار نمیشه ما بیایم یک زن رو صرف اینکه فمینیستش کنیم بگیم این روشنفکر هست، عاشق شده. نه، جریانات مبارزاتی در بحث اسلامیش وقتی طرف مسلمان مبارزه میکنه تکلیفش معلومه، ایدئولوژی پشت سرشه، دین پشت سرشه و تکلیفش روشن. جریانات دیگه دقیقا متناسب با منافع طبقاتیشون و پایگاه اجتماعیشون حرکت میکنه. ما چرا تو قسمت اول مسعود پس میزنیم؟ تو قسمت اول به شدت ضد در واقع جریانات واقعی تاریخ حرکت میکنه. اولین خطای فیلمنامه اینه که ببینید در مثلث این، اگر بخوایم بگیم مردم تو کفن، دو تا ستون قائم این مثلث، یک طرف ارتشی ها هستن، نظامی ها، یک طرف جریانات روشنفکری، اهم از تشکیلاتی ها تا فردگراها به قول معروف اندیویدالیست ها و همه اینا، و در رأسش دربار. خب ما اینا رو باید بشناسیم به درستی. ما با اینکه صرف اینکه بیاییم ارتشی ها رو، فضای روشنفکری رو ببریم توی ارتشی ها و جایی که لومپنیزم حاکمه و در این جابجایی به کدهای درست تاریخی نپردازیم و در نیاریم و اینا رو پرداخت نکنیم، تبدیل میشه به همین که ما در قسمت اول این آدم ها رو اصلا نمیشناسیم. کیان؟ مگه میشه یه دختر بختیاری، خب پدرش در واقع تحت تعقیب، تبعید، حالا اومده به دلایلی خواسته یه محبتی به یه آدمی بکنه، به پدرش کمک کرده، زنش شده و بیاد این همه مدارا بکنه، امیل زولا بخونه، بعد با اخوان رفت آمد داشته باشه، اهل کتاب باشه، این همه در واقع پخمه. برای اینکه ما بهتر بفهمیم، قسمت سوم بهترین بخش سریال بود به لحاظ اجرا. اینجا حالا بعد وارد میشه، خیلی کم نقصه. تو فیلمنامه اشکال کجاست؟ قرار هست که اینجا مانیفستش رو فیلمساز برای ما صادر بکنه در فیلمنامه که بین اشغال و بین در واقع دیکتاتوری ما میخوایم بگیم زنده باد آزادی کجاییم. یه صفحه شطرنج برای ما نوشته خب، و دو تا آدم این طرف اصلا فیلمساز نمیدونه باید چی کار بکنه، رها میشه. پاندوله، آقا تو اگه طرفدار آزادی هستی، آزادی به دست کی؟ چرا گروهی که دنبال آزادی هستن ما نمیشناسیم؟ ایدئولوژی اونا چی هن؟ کی هن اونا؟ خب آقا توی گیلان تا اونجایی که من خوندم، یعنی از تاریخ نوشین گرفته تا حالا بقیه همه اینا، در گیلان جریانی که در برابر بلشویک‌ها طرفداران هیتلرن،
یعنی کسانی که مدعی بودن، یعنی تشکیلاتی که در واقع آریایی‌ها ساخته بودن، به دنبال این بودن که هیتلر میتواند شرق رو نجات بده، آزادی شرق به دست هیتلر انجام میشه. بنابراین وقتی که بولشویک‌ها اونجا حاکمن، جریان هیتلری است که داره فعالیت میکنه و البته بخش کوچیکی از نظامیان طرفدار رضا شاه. خب حالا در این صفحه شطرنج ما اساساً نمیتونیم بفهمیم بالاخره اینا کیان و همه دیالوگایی که بین دو نفر، بین سرگرد آریا و بین شیرزاد رد و بدل میشه بسیار خونساه. تکلیف نیروها معلوم نیست و کارگردان نمیدونه که طرف کدام باید بیسته. نه ما میفهمیم که آیا واقعا ما میتونیم یه آدم ملی طرفدار آزادی باشیم و نه ما میفهمیم که آیا بولشویک‌ها حق دارن و ما اصلا نمیفهمیم پس نقش انگلیس کجاست. معاملات پشت صحنه رو نمیفهمیم، زد و بند استالین با انگلیس‌ها رو نمیفهمیم که بعد منتهی به میشه که سرخ‌ها از ایران میرن. تو اون صفحه ما رو بسیار گمراه میکنه خانم پاکلوان. برای همینه که تو اجرا ما دلمون برای تیر وقتی که سرگرد آریا اعدام میشه اصلا دلمون براش نمیلرزه، چون اصلا ابژه نمیکنه اون رو، یعنی قبلش روایت رو هم اشتباه میکنه. به جای اینکه اول صحنه معامله سرگرد رو، آریا رو با در واقع اون بولشویکه به ما نشون بده، اون رو نشون نمیده، صحنه شیرزاد با بولشویکه رو نشون میده. بنابراین ما مقاومت آریا رو دیگه اصلا به دلمون نمیشینه، طرفش نمیریم. این همه تو فیلمنامه است، یعنی نقص در فیلمنامه اتفاق افتاده. یه خط کلی داره به نظرم فیلمنامه که خیلی همه چیز رو فدای اون کرده و اون اینکه میخواهیم به زنان تاریخ ایران بپردازیم، زنانی که تلاش میکردند روشن فکر باشند، مستقل باشند، توانایی های بسیاری داشتند که این واقعیته و یک جریان مرد سالاری همواره برای اینها مانع تراشی میکرده. پس قراره که یک نفر بیاد بگه که اون تصوری که ما در مورد جامعه زنان در اون دوره داشتیم، یعنی آدم هایی که احتمالاً خیلی تحلیل نداشتن، احتمالاً این چیزی که بهشون میچسبونن تحلیل نداشتن، نگاه سطحی داشتن و و و، ما می‌خوایم اینو زیر سوال ببریم و بگیم که زنان اتفاقا از خیلی از مردها مردتر، قویتر و مستقلتر بودن. اما توی شیوه نگاهش به ماجرا ناخودآگاه داره این ماجرا این هدف رو نقض میکنه. یعنی وقتی به موقعیت‌های داستانی میرسیم، وقتی به مواجهه‌های مهمی میرسیم که شخصیت نگار جواهریان باید درش تصمیم بگیره، می‌بینیم که سویه احساسی که احتمالاً تعقل رو تعطیل میکنه غالب میشه. خب مگر تو نمیخواستی بگی که این زن قدرتمندیه که هم میتونه احساسات داشته باشه هم منطق؟ پس چرا توی شیوه ارائه، شیوه کارگردانی، شیوه شخصیت پردازی داری نقض اون رو در واقع اجرا میکنی و اون رو نقضش میکنی؟ خب این نشون میده که شاید تو ناخودآگاه فیلمنامه نویس یا توان فیلمنامه نویس یا شیوه نگاه فیلمنامه نویس، علارغم اینکه داره تلاش میکنه شخصیت زن رو قدرتمند نشون بده، ناخودآگاه نمیتونه از پسش بر بیاد. برای همین توی در واقع کلیت سریال، هر جایی که نگار جواهریان قرار مستقل باشه و قدرتمند باشه، دو حالت بیشتر نداره: یا مردها تصمیم میگیرن که مانع تراشی بکنن، پس نگار جواهریان باید اعتراض بکنه و تلاش بکنه، یا یه جاهایی مردهایی میان که به کمکش میان که باز مردها کمکش کردن. یعنی در نهایت عامل اصلی توی سریال مردان که تصمیم میگیرن این زن، یعنی خاتون، به جایی برسد یا به جایی نرسد. مثلا یکی از نمادهای خیلی جدیش میرسعید مولویان دیگه، اون کامیون داره که توی گاراژ در واقع تلاش میکنه اینو برسونتش به تهران و اتفاقات عجیب غریب از این دست. توی شخصیت پردازی و توی خلق موقعیت ها اون نکته که آقای فهیم میگن خیلی به نظرم نکته مهمیه. وقتی ما یه خونه داریم که یه مادری شبنم مقدمی، یه نگار جواهریانی که خاتونه، یه اشکان خطیبی داریم که در واقع همسره، یه دایی داریم که همسرش فراریه، یه دختر دایی داریم که ویلون مادرش رو پیدا نمی‌کنه، این شخصیت‌ها توی یه دو قطبی مرد یا زن باقی میمونن. مرد یا زنی که فقط انگار جنسیت توش مهمه، تبدیل به شخصیت نمیشه که هر کدوم از این زنها یا هر کدوم از این مردها چه ویژگی‌های شخصیتی دارن که من باید اینها رو بشناسم، عقبه فکری سیاسی اجتماعیشون رو بشناسم، حالا تقابلاشون رو بتونم به صورت عمیق‌تری درک بکنم. انگار اولویت قرار گرفتن این که
حقوق زنان مهمه، این خاتونه که قراره که در نهایت برجسته بشه، باعث شده که از بقیه وجوه فیلمنامه نویسی یه چیزی داره. داستان از شهریور 20 شروع میشه، یعنی اول شهریور 20 ما عید رو میبینیم، یعنی 6 ماه میگذره تا اردیبهشت که قسمت هشتم تو اردیبهشت میگذره. بنابراین رضا شاه در واقع 25 شهریور محمد رضا شاه شاه به صلاح جا به جا میشه سلطنت، یعنی رضا شاه میرود و سلطنت رو میده به محمد رضا، در حالی که محمد رضا شاه 25 شهریور 20 به سلطنت میرسه. در پژوهش ها به نظر اینو نتونستن در تحقیق در فیلم ها ما میبینیم که همچنان عکس رضا شاه که بعد با استالین جابجا میشه. چرا فیلمنامه نویس نرفته به سراغ محمد رضا شاه؟ چرا چنین اینجوری تاریخ رو در واقع به نظرم خط شدار کرده؟ ما اصلا چه نسبتی هر کدوم از ما با تاریخ داریم و به خصوص با تاریخ معاصرمون که به شدت ازش میشه درس کرد؟ من فهم کنم نسبت پاکروان با تاریخ نزدیک صفره، این نسبتی باش برقرار نمی کنه. از دل این چیزی که توی صحبت من رضا بود خیلی درسته، مسئلهش خاتونه، اینکه خاتون پایهاش کجاست، از کجا میاد. 53 نفر مگه شوخیه؟ ابدا اینا در نمیاد. ما اصلا شهریور 20 نمیفهمیم، ما بعدا قحطی نمیفهمیم، آرده میره رو هوا، اینکه هی بریم کامیون آرد پیدا کنیم و اواخر به خصوص یا آرد از خونه این احتکار کرده در بیاریم بیرون، یعنی تاریخی در کار نیست. تاریخ شاید حساس‌ترین تاریخ برای مای امروز دوره 20 تا 32، و بعد یه دوره دهه 40 داریم و جنبش روشنفکری مهم. این تاریخ رو نمی‌بینیم تو فیلم، نمی‌بینیم، هرچی هم که می‌بینیم کاریکاتوریزه می‌بینیم. ارتش کاریکاتور، حکومتی در کار نیست، عکس در کاره. پژمان بازقی که میشناسن اسمشو بلدم، این چی کار است؟ رئیس رکن دو ارتشه، چه ارتشی؟ باز خودش میتونه هر غلطی بکنه و بعد به همین راحتی از طریق یه آدمی که سر تا پا منفعله شلیک شده و بمیره. خیلی کاریکاتوریه. نه، یه بدیش اینه که ببین اون موقع ارتشی ها ببخشین افسران عضو احزاب کمونیست بودن، یعنی حزب کمونیست، یعنی بعد از دار چیز ارانی که حزب توده. ولی اینجا این اینجا معلوم نیست به کجا وابسته، طرفدار بولشویک ها هست یا مزدور هست، ولی مال کی با کیه؟ این یعنی ما سلطنت رو و رشته های سلطنت رو نمیبینیم، ماکت میبینیم، آدم هایی که جای وایسادن، مردم عادی هم که بنظرم موضع فیلم نامه نویس حداقل تو اجرا میگم خیلی از بالاست، یعنی باز ما مردم عادی نمیبینیم. درست در شرایطی که قحطیه کافه ها براهن، ما یعنی دوربین که میاد تو شهر، خیلی نکته درست، بله، همه چیز به راهه، بستنی به راهه، بستنی به راهه، کافه به راهه، همه چی به راهه، و بعد میگیم قحطی. کجاست این قحطیه؟ یعنی پژوهشی که پشت این باید باشه نیست. دو، دغدغه این پژوهش نیست. من فکر میکنم خاتون یه آدم نزدیک به فیلمساز، از خانوادش که چیزایی که یادم میاد و برای اون احترام قائله، خیلی مخلصین برای یک زنی که بیسته در مقابل اشغالگر و در مقابل متجاوز احترام قائل بودن، این ثوابه، هممون احترام قائلیم براش، ولی به شاید اما... در برابر دشمن اون نمیسته، با اما... شوهرش همش مسئله داره. اما چیزی که من تو اینجا میبینم تو هشت قسمت که دارم میگم سریال میشه از قسمت سوم به بعد دید، از یک زن عادی همسری، همسر یک خانه ارتشی، باید تبدیل شه به یک کنشگر، کنشگر اجتماعی و من احیانا سیاسی اصلا دست بگیره. این اصلا
تا اینجا نیست. تا اینجا نیست یعنی شخصیت خاتون ساخته نشده و بازیگرم کاری نمیتونه بکنه. یه جایی که این جدایی اتفاق میفته، صحنه بازجویی که اصلا بد نیست، از اونجا یکم خاتون شکل میگیره. معلومه که فیلمنامه نویس ما، حالا کارگردان فعلا کار ندارم، نه مسئله دغدغه این دو دهه فوق العاده مهم رو داره و نه دغدغه این گروه ها رو، اینقدر این دغدغه رو نداره که بدمن فیلم قهرمان فیلم میشه. خیلی بده. من از بابک حمیدیان اصلا بدم نمیاد، نه تو تئاتر نه هر جایی که هست. بله. اکثرا منفیاش خوبه، خیلی اینجام خیلی خوبه. یعنی بهترین بازیگر این سریال بابک حمیدیانه. اینقدر خوبه که داره سریال جلو میبره. اگر بدمن تو ده سر و گردن از آدم اصلیات سر باشه خیلی بده. یعنی آنتاگونیستت با پروتاگونیست باید همخوان باشه. این چی بود اسم شیرزاد گفتی؟ آره شیرزاد. این کجا؟ اون کجا؟ اون یه نگاهش کافیه اینو ببله. خب. نتیجه از قبل معلومه. یعنی از ذره به این وقت این کیه؟ این بولشویکه. ما باید، من تاریخ بلد نیستم، مخاطب تو هم، ما باید از این بولشویک ها متنفر بشیم یا سمپاتشون بشیم. رو هواست. ما از اشغالگر متنفریم در هر برهه تاریخ. هر ایرانی، هر وطن دوستی با اشغالگر نیست، متنفر از اشغالگر. حالا این اشغالگر موضع مترقی تاریخی و جهانی داره، چه فرقی نمی کنه؟ فرق نمی کنه، بله. هیچ فرقی نمی کنه، بدترش می کنه. بله. اینکه شما که طرف داره، چون از شما انتظار داریم، انقلاب مردمی هستید علیه سرمایه داری، چه کثافتی موقعی که اشغال می کنید به خرج می دید؟ بدتر از دیکتاتورهایید. خب، موضع فیلم نام نویس عزیز ما نیست این. وقت چه میشه؟ آدم هایی که این باید بگیره تشون، ردشون رو بگیره و باید دستگیرشون کنه، همه عروسکن، همه عروس. از رئیسشون که دیگه خیلی دنبالش میگرده هیچی نیست. اون تیم، تیم مبارز، نه اشغال نه دیکتاتوری، زنده باد آزادی، اصلا اون تیم نیست. شوخی داریم میکنه. بله. یعنی اینقدر تقلیل دادن مسئله به این مهمی توی سریال به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خاتون در بیاد. اتفاقا خاتون اگر اینا درست در می اومد، حالا مقاومت و اسلحه بلند کردنش معنی پیدا میکنه. چون اینا در نیومده، همه چی اتفاقیه. هر کنش خاتون اتفاقیه، کاملا منفعله، واکنشه، منفعله. ببینه چی میشه حالا. و بدتر از خاتون اون کسی که 6 تا 7 قسمت سریال و آدم اصلی است، شیرزاد شوهرش، عکس العمل پسرای 12 ساله داره. یعنی اصلا شخصیت مردی که بیسته یا اشتباه کنه بره اون ور بعد دوره بتونه برگرده، اینا را اصلا ما نمیبینیم. ما تضادهای این شخصیت رو مطلقا نمیفهمیم. اصلا این شخصیت نمیشه. نه شخصیت نه، مطلقا شخصیت نیست. و چقدر بازی بده، چقدر کست غلطی در این رابطه. یه شخصیت داره، اونم چیز گماشته است، بچه. بچه؟ آره بچه شخصیت بچه میشه. بچه؟ آره بچه. آره بقیه شون آره. همشون تیپ هیچ کدوم شخصیت نیستن. حالا من به نظرم با وجود یه همچین فیلم نامه ای و بعد مسئله لهستانی ها، آره لهستانی، وای وای. ببین نمیشه. نمیشه از چنین فاجعه ای تو یه سری پلان خوب بگیری. پلانایی که رنگ دارن، پلانایی که جای دوربین دارن، پلانایی که حتی احساسات رقیقه ممکنه بر بیانگیزن، اما به کل بی
رو همان به خاطر که بنیان پژوهشی نداره. ببین وقتی قرار لهستانیا رو تو بیان اینا آره این مهمه اصلا. اگه ما اینو نفهمیم رو هوام در دیگه در نقش لوازم صحنه ظاهر میشه. من با اون مخالفم که خیلی به خاتونم بابن. چیز داشته مسعود به نظرم اساس کار غلط بوده. اتفاقاً اصلا پای خاتون وای نمیسه فیلم نامه نویس بدبختانه پای خاتون وای نمیسه. اما مدام مسئله شه خب ببین یعنی اگر فیلم نامه نویس نتونه رو متن آدمشو بسازه شخصیتشو بسازه هر چقدر بشه علاقمند باشه نمیشود در میاد. چون خیلی مهمه که ما شخصیت رو بشناسیم یا شخصیت رو دوست داشته باشیم. وقتی دوستش داری احساسات داری میگه خاتون من دوستش دارم پس بقیه هم دوستش دارن در صورتی که سینما این نیست. نه. ما باید شخصیت تحویل مخاطب بدیم. دوست داشتن از شناخت میگذره. یه چیزی من بگم مسعود این نمونه سانتیمانتال و احساسات گرایه. من به نظرم متاسفم که اینو باید بگم فیلم نام نویس نه کارگردان به اونم میرسم. فیلم نام نویس خاتون دوست نداره. فیلم ببین مسعود من همین رو می‌خواستم یه چیزی بگم. بلد نیست دوستش. نه مسعود نه فیلمنامه نرفتم تو اجرا. آره مسعود به نظرم فیلمنامه نیست که خود خانم پاکروانه بلشویی کار بیشتر می‌شناخته. یعنی اون سرگرده رو چی کمیسره رو می‌شناسه. ببین بلشویی کار اصلا نمی‌شناسه. نه کمیسره رو ببین کمیسره من اتفاقا می‌خوام بگم من چرا میگم من بذار موضوعم اینجا شفاف کنم. من متنفرم از روسا به خاطر اشغال ایران. اصلا میگه چی روشن ما با اینکه روسیه در انقلاب اکتبر به حق حق نه اصلا در جنگ دوم هم به حق در جنگ دوم جهانی آره. یعنی کلی بعد از شهریور 20 به حق آره. اما اینجا ارتجاعی در ارتجاعی. حالا این تیپی که تو ساختی که تیپ بازم نه تیپه ولی به هر حال تیپه اما این تیپه. مهمه این تیپی که ساختی بلشویکی که یه بلشویکی نیست میتونم حرف بزنم. من به نظرم بلشویکی میتونم من میتونم ادای بلشویکی در میاره بذار یه کد ود بدم نریم. ببین من بیشتر اشاره میکنم به انقلاب 1905 خب از 5 تا 17 بورژوازی آره 5 تا 17 بلشویکایی که هم گورکی برای ما تصویر میکنه همینه. یعنی من به نظرم میاد پاکروان به جایی که دهه 20 ما رو بخونه رفته بیشتر اون مقطع تاریخی 1305 1905 تا 17 رو خونده. ببین 1905 تا 17 رو بلدم. آره میدونم بلدم. میخوام بگم کاریکاتور آدم‌های اون دوره از کرنسکی بگیر تا اون آدم اصلی اون که اون من وقتی میدیدم اتفاقا من پولخانوف رو میدیدم. پولخانوف خیلی قول داره. نه اینکه قول داره یه بحثی. ببین اون مرموزیش این زرنگیش این هوشی که داره پولخانوف. حالا روی این خیلی نمیخوام بحثم ولی میخوام بگم اونقدر که پاکروان اینو میشناخته یک ارتشی وطن پرست ملی رو نمیشناخته. آره و مردم اون زمان رو اصلا نمیشناسید. مردم که اصلا من اون موقع که میخواستم این کفر دیگه یادم رفت تو کف اصلا کف کار نه. یعنی تو کف خیابون و مردم ها نیست بره. در حالی که از جنبش جنگل تا همین مقطعی که اشغال میکنه مقطع کوتاهی که روسا اینجا اشغال میکنن خیلی زمان کم تو همین 6-7 ماهی که اینا اشغال دارن خب مردم به شدت فعالن. شما ببینید پیشوری از اون سمت خب جنبه اینجا اصلا نیستن. ما اصلا مبارزه نمی‌بینیم. مردم در حد یه کافه و یه کتاب فروشی و یه چند نفر فقیر که گریه میکنن دومین آدم چون جلوتر نمیاد میره به کتاب فروشی با سروش صحت عزیز که هیچ وقت هم بازیگر نمیشه و کتاب فروش هم نیست فقط مؤدبه. چی میخوایی در میگه؟ مسعود بازماندگان میرزا کوچک خان خب در همین مقطع در گیلان به عنوان مبارزین مسلمان فعالن. کجا هن اینا؟ چرا نیستن؟ چرا خانم پاکروان همه اینا رو نابلدی و احساسات گرایی که طعنه به خامی میزنه و عمق نداره توی ترسیم شخصیت باعث شده که یه فرمولی رو تو فیلمنامه نویسی به کار بگیره نویسنده و اون اینکه اگه قراره مثلا خاتون قهرمان باشه به عنوان در واقع شخصیت اصلی باید کسایی که براش مانع ایجاد میکنن آدم‌های قوی باشن اندازه خودش باشن. حالا نکته چیه؟ روز بخص همینه. خب همین که بتونه اگر بر موانع بزرگ غلبه کرد پس آدم بزرگیست. نکته چیه؟ نکته اینه که موانع بزرگو به نسبت خودش حالا من دارم مقایسه با خودش میکنم مثلا بابک حمیدیان رو ترسیم کرده
اما توان این که خاتون رو بزرگ ترسیم بکنه که بر این برتری پیدا کنه رو نداشته، یعنی فقط یه قسمت از اون فرمول رو اجرا کرده، نتیجه این شده نه، که خاتون نه تنها خاتون رو، شیرزاد هم که این شیرزاد نیمه که اصلا که با نفهم این وریه اون وریه شیرزاد توریسته شیه. اصلا توریسته. میگرده مرسی. خب اجازه بدید یه تکه ببینیم برگردیم. امروز چندومه جناب سرکار؟ اول شهریور 1320. خاتون میشه یه خاطر سفارش بدم؟ تو یه سربان جوون بودی، من اومده بودم زندان ملاقات پدرم، تو اون روز قهرمان زندگیم بودی. یه چیز تو این کشور که یه عمر لاشخورا بالای سرش میچرخن بعید نیست. نگران زمیناتی؟ نگران سرزمین هم هست. من اومده توی خونت سرکا شیرزنی این خانم خاتون نمونه کامل یک زن بختیاری. جنگ تموم نمیشه تا وقتی دشمن زنده است. من یه نکته دیگه فیلم رو با اجازه شما داد عزیز بگم. مادر شوهر خاتون اذیت کننده است برای پروندن مخاطب به بیرون، خیلی موفقه. معلوم نیست این شخصیت اصطلاحا این تیپ از کجا اومده؟ از فیلم فارسی اومده. از فیلم فارسی اومده. مطلقا مال اون دوره تاریخی نیست. مطلقا این مادر تیپیکال فیلم فارسی ها و سریال ها و مال شمال نیست. نه مال شمال هم نیست. خیلی خیلی نقش بد نمیشته شده. شما به بازی بابک حمیدیان اشاره کردین که من فکر میکنم خیلی نکته درستیه، یعنی بهترین بازی سریال مال بابک حمیدیانه که یه جاهایی حتی به فیلم نامه و به شخصیت اضافه میکنه، یعنی معلومه فراتر از فیلم نامه داره، یه چیزی رو خودش پژوهش کرده، گرده هم آورده و اجرا میکنه. اما یه نقطه مقابل داره، طبیعتا ما در مورد بازیگر که حرف میزنیم شخصیت توی فیلمش رو داریم میگیم، کاری به بیرون نداریم و بدیهیه. اشکان خطیبی هرچی بیشتر توی این سریال زور میزنه که بازی کنه بیشتر فرو میره و اصولا به نظرم اشکان خطیبی به انتخابش برای این نقش از اساس اشتباه بوده و تلاشش برای خوب بودن اشتباه مضاعفیه، یعنی اگر انقدر تلاش نمیکرد و تلاش فیزیکی و استیلیزه و مکانیکی که معلومه، مثل یه مثالی همیشه به ذهن من میرسه، مثل کتیه که هنوز این کوکای درشتش روشه، تلاش هایی که میکنه برای اینکه شق و رق باشه، برای اینکه همزمان شکننده باشه، همزمان قدرتمند باشه، همزمان مقتدر باشه و همزمان ضعیف باشه، همینگی در حد تلاش های مبتدیانه و کاملا خام دستانه اینه که نه تنها به شخصیت کمک نمیکنه بلکه پس میزنه و واقعا یه جاهایی تحملش دشوار میشه. درست میگی به شدت. من فقط یه نیم نکته اضافه کنم، خنده هاش چقدر بده، لبخنده هاش چقدر بده. بله. دو تا بازیگر سمپاتیک داریم توی که شخصیت هاشون هم سمپاتیک میشه، یکی ناخواسته سمپاتیک میشه و اونم کمیسر بولشویک هست، یعنی بدون اینکه فیلم نام نویس یا کارگردان میخواسته اونو سمپاتیکش کرده و ما بهش علاقمند میشیم و میگیم خوبه، و یکی هم گماشته چیز از فرهاد، یعنی فرهاد بزرگونه، یعنی اونم سمپاتیکه، یعنی ما بهش علاقمند میشیم و عجیبه که بهترین کنشگر تاثیرگذار اونه، ناجی میشه، نجات میده. فرهاد خوبه، سمپاتیکه، اما باز دوباره ما این میزان شلاق خوردن و بعد این تغییر و اومدن تو کنشگری، این سیر رو نمیده. همون مشکل فیلمنامه است. این آدم چجوری تشکیلاتی میشه رو به ما نمیده فیلمنامه، یعنی باید به ما چند حداقل دو تا صحنه باید به ما میداده یک کجا وصل شده به تشکیلات مبارزین، چجوری رفته و اینا، کم داره برای همینه که اینا پاکروان در اینجا مستقل از فیلمنامه نویس بودن که فیلمنامه نویس بدیه، کارگردانی به شدت جلو رفته، یعنی از قسمت سوم چهارم به بعد ببینیم که کارگردانی داره. کارگردانی پاکروان به نظرم نسبت به فیلم قبلیش که فیلم بدی بود، بسیار بد، بسیار بد
لس آنجلس تهران بودم که اسمی بره. آره اینجا خیلی جلوه. نه فیلم سینماییش هم جلوتره. همون لس آنجلس تهران. نه. اون اولین فیلمش. آره. بله. فیلم که اگر اشتباه نکنم حامد بهتاب بازی میکرد. آره از خیلی جلوتر از اونجا. با همین حال اون یه مقداری یه چیزایی داشت نشون میداد که داره کارگردان میشه و اینجا شده. بله. من به نظرم اینجا کار به ویژه هر چی جلو میره اگرچه اینا رج زدن و احتمالاً فصل‌ها رو مشترک گرفتن ولی اگر ما بخوایم به شکل متوالی حساب کنیم هر قسمت رو هر چی سریال جلو میره کارگردانی پخته‌تره. تو قسمت هشتمش بهتر میتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی هر چقدر تو قسمت‌های دوم سوم اینا نمیتونه کنترل کنه، حتی صحنه‌های حسی رو نمیتونه در بیاره، کات بیخودی میده. ارجاع میدم شما رو به بخش کارگردانی اون سیلو، یعنی مهمترین فصل قسمت دوم که حالا یه کشتار خیلی زیادی تو سیلو شده، اینقدر اونجا در واقع نیازی به این داشت که اتفاقا مکسای بیشتری بکنه خانم پاکروان، اونجا میگذره. اما هرچی سریال جلو میره به نظر میاد پخته تر شده، به جای اونجا که باید فرصت میده به مخاطب که با در واقع اون بخش تراژیک همراه بشه، به ما بعداً میبینیم که چقدر زمان رو صرف اسلو موشن‌های بیخودی میکنه، صحنه‌های در واقع آهسته‌ای که خیلی بدن، یعنی اصلاً از کارای چیپ در واقع هالیوود هم پایین‌تره. بحث اسلو موشن مصیبت سینما ایرانه، یعنی فیلمسازان ما با عرض معذرت راحت 95% نمیفهمن اسلو موشن چیه، نمیفهمن. من چندین بار تو هفت گفتم نوشتم که آقا جان اسلو موشن پی او وی میخواد، من دارم از نگاه کسی اسلو موشن میبینم، یک، نه اینکه اسلو موشن از نگاه فیلمساز. و اگر اینطوری باشه اسلو موشن کاملا تزیینی میشه، این اول. دو، هیچ شخصیتی هر وقت که دلش بخواد حتی اگر پی او وی بخواد داشته باشه اسلو موشن نمیبینه. اسلو موشن در عالم زندگی ما، چون سینما تقریبا تماما از زندگی گرفته شده، شما اسلو موشن در زندگی نمیبینی مگر در لحظه مرگ. میتونی لحظه مرگ رو با پی او وی کسی که داره میره از دنیا اسلو موشن ببینی. یه اسلو موشن خوب تو سینما ایران داریم، مهاجر. هنوز حاتمی کیا سواد پیدا نکرده، سوادی که بعدا پیدا میکنه، اما اینقدر درسته، اینقدر درسته. هنوز به نظر من بهترین اسلو موشن سینما ایرانه. میرکریمی بدترین تو یک حبقند که هر وقت دلش میخواد خانوم تاپ میخوره و اسلو موشن. آقا جان خانوم فیلمساز عزیز اسلو موشن معنی نداره، فقط من رو از اثر پرتاب میکنه بیرون، واقعی مهمی رو تماما تو اسلو موشن داری میبینی، این یعنی واقعا کارگردانی نمره جدی کم میشه. یه ترکیبی بین اسلو موشن و موسیقی اصولا توی فیلمسازی استفاده میشه، توی این سریال هم خیلی ترکیبه. من دارم این دفعه خیلی میپرم از درفت. من خواهش میکنم. چقدر موسیقی بده؟ دقیقا. نه موسیقی خوبه، حجمش رو زیاد استفاده کرده. موسیقی خیلی کیهان بده. کلهور ببین. تونسته فضا رو بفهمه. کیهان کلهور موسیقی دانه. مخلصم. اینجا اصلا موسیقی بلد نیست. مسعود فضا رو شناخته. من با این فراستی موافقم. خب من میتونم برات مثال بیارم بلد نیست موسیقی اینجا. ببین من میگم فضا رو شناخته. ببین موسیقی زجه میزنه. آره. ناله میکنه. موقعی که باید کاملا افکتیو باشه، موقعی که باید فضا دراماتیک بشه موسیقی داره ساز حجم اضافه میده. کیهان کلهور فقط موسیقی داره مینوازه، داره ساز میزنه، داره آهنگ میسازه، به سریال کاری نداره. کیهان کلهور اومده و داره کمک میکنه، شاید یه ذره باز بهتر چه داره میکنه، داره تکرار میکنه لوپه. احسن احسن. یه بخشی از موسیقی فیلم هم از در واقع کارهایی که کیهان کلهور بیشتر منتشر کرده. حریجم تقصیر تو شد گفتم. نه خواهش می‌کنم، چون من به نظرم کیهان کلهور موسیقیشو باید تو تیتراژ اینجا ما ارزیابی کنیم، نه تو متن. تو تیتراژ خوبه. خب همین دیگه. نه. تو متن موسیقی اثر. بله دیگه. نه افکتیو. ببین نه فضا.
اینجا میاد برای اینکه فضای ضعفای کارو برطرف کنه، اومده موسیقی اینو اضافه مصرف کرده. موسیقیش ارزیابیش رو تیتراژ میشه. من به نظرم از اینجا باید کلهوری اومده که کمک کنه شاید خاتون سریال قابل تحمل تری بشه. اصلا ببین ولی آدم معتبریه، مثل علیزاده تو گبه که خیلی بده. یه چیزی که زیاد استفاده میشه مخصوصا جایی که اتفاقا اوضاع فیلمنامه خوب نیست، مخصوصا جایی که کارگردان هدایت بازیگر خیلی بلد نیست یا مقهور حضور بازیگره، یا مخصوصا جایی که کارگردان توان در واقع خلق شیمی صحنه و حال صحنه رو نداره، به غلط همونطور که آیه فراستی میگن میاد از ترکیب اسلو موشن و موسیقی استفاده میکنه با این توهم که شاید اگر من همه چیز رو آروم نشون بدم عمیق هم نشون دادم، در صورتی که اینطور نیست. یعنی مکس کردن چیزی اضافه نمیکنه. نه 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 چیزی نشون ندادی. بله دیگه، عملا فقط یه چیزی رو کشش دادی. حالا برخی از مخاطبین که خیلی حالا شاید نگاه تخصصی ندارن، من خودم این بازخورد رو داشتم، میگن آقا این اسلو موشن رو استفاده میکنم برای اینکه تایم سریال زیاد شه. باری کلا بعد من میگم بیراه هم نیست واقعا یه وقتایی، چون وقتی بی ارتباط به صحنه است فقط این باور رو تو ذهن ایجاد میکنه و میزانسن نداشته تو جبران میکنه. احسن این دوربین رو دسته. احسن. احسن. باید به بهمنش عزیز گفت دوربین رو دستات خیلی بده تو. حالا یه چیزی در مورد بهمنش فقط در مورد طراحی در واقع گرافیک کار، طراحی لباس، طراحی صحنه، رنگ و لعاب کار واقعا پشت کارش خوبه. آیا اون که گفتیم کم نذاشتن اینجاست، واقعا کم نذاشتن، ولی اینکه حالا چقدر تونسته فیلم نامه با اینکه بیابون قسمت هشتم فیلم برداری بله خوبه، واقعا خوبه، واقعا خوبه. یعنی رنگ و نور و صحنه نور 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 اونجا خیلی زخمه. بیشتر وقتی میفهمیم خوبه که ببینید فضا متغیره. یعنی تو شمال اگر خوب فقط میبود میگفتیم که بله در واقع طبیعت بکن، ولی وقتی میاد توی قزوین میبینیم همون نور، همون کنتراست ها، همون حتی تو زندان به نظر نورپردازی زندانش خیلی خوبه، قاباش خیلی خوبه. یعنی اساسا کار پشت صحنه‌اش خیلی و از فیلمنامه خیلی زیاد جلو میزنه. بح. و یه جایی ما میگیم که حالا اگه فیلمنامه‌ای در کار نیست، اگه شخصیتی در کار نیست، بذار حداقل چشمون لذت ببره و فقط اینجوری خودمون رو راضی کنیم. طبیعت ها چقدر خوبه. میرسعید مولویان هم برجستش بکنم، راننده کامیونه رضا خوبه، خیلی خوبه، خوبه. نقشش کوتاهه ولی از اون بازیگراست که تو تومان هم خیلی خوبه. آها. من به نظرم این بازیگر میشه، خیلی بازیگره و از اون آدماییه که معلومه یه متن دو خطی بهش بدن از تو شخصیت تا یه حدی خوبی میتونه در بیاره، چون خودش رو محدود به این نمیکنه که اگه فیلمنامه نویس کمکاری کرد یا توانش کم بود یا کارگردان یا بازیگردان بلد نبود. خب تو از نزدیک میشناسیش؟ من ندارم میبینم خروجیشو دیگه، معلومه اون نقش رو انگار که فکر کرده، براش فلسفه داره، بک استوری براش ترسیم کرده، خود شخصیت رو سعی کرده بسازه، وگرنه اونم میتونست تبدیل بشه ورودش. به چیزی مثل اشکان خطیبی. ورودش که بالای کامیونش بده، بد هی خوبه. بله ورود خیلی بده. بله. خیلی استراتیپی که خیلی کلیشه است و میمیکیش هم اونجایی که میاد و دفاع میکنه، از وقتی که میاد پایین با دختره حرف میزنه و بعد میگه شخص آروم آروم در میاد. من حیفم میاد و بعد از بابک حمیدانی بهترین نگار جواهریان انقدر تو این سریال معمولیه و حتی از حالتهای معمولی همیشگیش هم بدتره. یه مثال فقط میزنم چون وقت نیست، اون جایی که مجبور میشه شلیک کنه و یه سرباز انگلیسی رو بکشه، بعد از اون من واقعا احساس میکنم دیگه اشکال کارگردانی بود، افتضاح واقعا همه چیز و تدوین. نگار جمالیان برای این نقشا خوب نیست. نه. زنان آسیب دیده، به درد زنان آسیب دیده. هیچ نمیشه قوی باشه. بحث مفصلی کردیم. من پیشنهادم اینه که یک بار دیگه بریم سراغ این سریال. چون نظر ما هر سه برهه تاریخی مهمیه. یک. دو. اثر خیلی جدی با اون خزعبلاتی که اول بحث گفتیم تفاوت داره. اثر کار شده، کارگردانی داره، فیلم برداری داره و یکی دو تا بازی داره. امیدواریم که دور بعد که بریم سراغش مایه های جدی فیلمنامه هم توش باشه و کارگردانی بهتر. اثر قابل اعتناییه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته دیگر و نقد.
همه معصوم بود، دنیا اینطوری بود، ولی به معصوم بودن ایشون شک.